درود و عشق دارم خدمت تک تک شما عزیزانم که امروز به من اجازه میدین که مهمان خانه های شما باشم. این افتخاری هست برای من که روز اول عید در خدمتتون باشم و مهمان منازل شما باشم. امروز پوری عزیزم رو در کنارم ندارم و به تنهایی قرار هست که این برنامه رو اجرا بکنم که امیدوارم که از پسش بر بیام، چون حضور ایشون همیشه قوت قلب هست. قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع بکنیم، میخوام راجع به ورکشاپی که 25 اردیبهشت ماه به وقت ایران و 14 اپریل به وقت به اینجا، به زمان اینجا ساعت 2 تا 4 در رستوران سفیر خواهد بود اشاره بکنم. کسانی که از ایران دارن یا از کشورهای دیگه، از نروژ، آلمان، بلژیک، کانادا، ترکیه و ایران زحمت کشیدن، ثبت نام کردن آنلاین، در خدمتشون خواهم بود. اگر اون ساعت نتونن حضور پیدا بکنن، حتما که گروهی فردای اون روز تشکیل خواهد شد و کل ورکشاپ در اونجا پخش خواهد شد. و شماره تلفن من رو دارین، میتونین تماس بگیرین برای ثبت نام، هنوز وقت هست. و برای حضوری کسانی که زحمت کشیدن و ثبت نام کردن، ازشون شکرگزاری دارم. و اینکه هنوز میتونین ثبت نام کنین، تا یک تعداد معینی رو ثبت نام خواهیم کرد. مراقب انرژی هاتون باشین توی این مدت و در خدمت تک تکتون خواهم بود. هر پاسخ و سوالی هم باشه در گروهی که خواهد بود، در اونجا در خدمت تک تکتون خواهم بود. عید هست و تمام انرژی های خوب عالم در سالی جدید داره شکل میگیره. اگر دقت بکنین، میبینین که روزها همه مثل هم هستن، روزها با هم تفاوتی ندارن. امروز هم یک روزی مثل دیروز و مثل فردای ما هست، ولی تنها تفاوتی که داره این هست که یک سال زمینی رو ما گذروندیم و سال جدید زمینی رو داریم به نام تقویم های زمینی داریم میگذرونیم. و این زیبایی و عشقش به این هست که مانند تولدی دیگر هست، ولو این که ما هر شب که میخوابیم صبح با تولدی جدید بیدار میشیم، ولی این هم تو یک اسکیل بزرگتر هست که به سال تبدیل میشه. ازتون عاشقانه میخوام که عشق رو جاری بکنین، قلب‌های مهربونتون رو پر از عشق بکنین، بخشش، گذشت، عاشقانه های زیبا رو جاری بکنین، قلبتون مملو و عشق پروردگارمون باشه. و امروز راجع به چاکراه آجنا یا چشم سوم صحبت خواهم کرد و دقیقا ارتباط مستقیم داره با عشقی که باید جاری بشه و جهانی که پر از نور و عشق باید باشه. سال نو رو به تک تکتون تبریک میگم و عاشقانه میریم که روز اول سالمون رو آغاز کنیم. عاشق تک تکتون هستم. راجع به چشم سوم و آجنا که در وسط پیشونی ما قرار داره، وسط دو ابرو، یه ذره بالاتر، در واقع مکان اصلی آجنا در پشت و زیر مغز ما هست که غده صنوبری هست که روش بنا به حالا اتفاقهایی که افتاده پوشیده شده و غیر فعال شده. و جالب پس بدونین که یک بار من توی برنامه میدیدم که یک آقایی میگفتن که فلوراید مسواک نزنین و این باعث خنده همه شده بود. در واقع فلوراید که در مسواک یا دندانسازی استفاده میشه، تأثیر مستقیمی داره که چشم سوم و آجنای ما پوشیده بشه. خیلی جالبه بهتون بگم که از پوست موز، نمک، نمیدونم جوش شیرین و چیزهایی که میشه دندون رو به راحتی باهاشون شست و همون کار رو به صورت طبیعی انجام میدن، فلوراید بیشتر که مخصوصا کودکانمون رو با دست خودمون میبریم که فلوراید روی دندونشون بذارن، تأثیر مستقیم روی قده صنوبری ما دارن. قده صنوبری ما وقتی که غیر فعال میشه، دیگه شهود ما از بین میره و یک آدم ماشینی و آدمی میشیم که کاملا در لول زمینی و یک آدمی هستیم که دیگه هیچ شهود و هیچ ارتباطی با
دنیای بالا و پروردگارش نداره، هرچند که شما هر روز ساعتها به نیایش بپردازید ولی نمیتونید ارتباط لازم رو دریافت کنید. یادمون نره که آگاهی ها اطراف ما پخش میشن هر روز به صورت کامل، پر از آگاهی و عشق از اطرافمون، و اگر ما چشم بصیرت نداشته باشیم اونها رو نمیبینیم و زمانمون رو از دست میدیم. پس باز شدن چشم سوم اینقدر اهمیت داره. دوستای عزیزی که میرن و فقط روی چاکراه چشم سومشون کار میکنن و چشم سومشون رو باز میکنن، بعد از تعادل در میان و زندگیشون از تعادل در میاد، به این دلیل هست که گره های چاکراهای پایینی دارن. ازتون خواهش میکنم این کار رو نکنید و دونه دونه چاکراهاتون رو پاکسازی و باز بکنید و یک دفعه سراغ چاکراه چشم سوم نریم. باز شدن تنهای این کمکی به شما نمی کنه. امروز میخوام همراه من باشید که ببینیم چاکراه چشم سوم چی هست و چرا بسته شده و چطور میشه بازش کرد. وقتی که چاکراه چشم سوم شما باز هست، شهود قوی داریم، دریافت میکنین. خیلی از شماها دریافتایی دارین، میتونین چیزهایی رو پیش بینی کنین، اتفاقای مهم زندگی خودتون و دیگران رو به خواب میبینین یا در بیداری حس میکنین، میگین حس ششم دارم. بله، حس ششم هم مربوط به همین چاکرا هست، ولی اگر به طور کامل و آگاهی کامل باز بشه اون حس ششم، شما شهود دریافت نمیکنین، شما فقط یه سری واقعه ها رو دریافت میکنین. ولی اگر چشم سوم یا بصیرت شما باز بشه، شما میتونین شهود کامل داشته باشین در مورد خیلی چیزها. این چاکرا روی مدیریت کل چاکراهای بدن رو به عهده داره، بدن فیزیکی و بدن متافیزیکی یا بالا و معنوی ما رو و غیر فیزیکی ما رو به عهده داره. و ربط به بینش و بصیرت ما داره، بصیرتی که ازش صحبت میشه تو خیلی جاها و خیلی دینها و مذاهب راجع به بصیرت صحبت میشه. میگن کتابی هست به اسم کتاب هدیه های آسمانی، اگر اشتباه نکنم جیمز رادولف نوشته، اگر بازم اشتباه نکنم میتونیم چکش کنیم. و تو این کتاب بعدیش اینجا نه بصیرت رو بهش میگه و بعد وارد کتاب بصیرت دهم میشه و بعد بصیرت یازدهم و فکر کنم آدم های زیر زمین یا یه همچی چیزی دوازدهم، قسمت دوازدهمش هست، که برای قسمت اولش حتی فیلمی درست شده که بسیار زیبا و آگاهی دهنده هست. تمام چیزهایی که در اینجا گفته میشه علاوه بر چاکراهای دیگه و تأثیرشون راجع به چاکراه ششم ما، چاکراه چشم سوم ما صحبت میکنه. من این کتاب رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم خیلی سال پیش خوندم، ولی بارها و بارها دوباره خوندمش چون احساس کردم که بهش واقعا نیاز دارم که دوباره بخونمش. اگر دسترسی دارین تو ایران میدونم ترجمهش رو دارن، پیشبینی های آسمانی یا هدیه های آسمانی، چک میکنم و توی گروه میذارم حتما این رو. این از هندویسم و از بودیسم در واقع این چاکراها و شناخت چاکراه سوم به هر حال به وجود اومده و حتی تو بعضی از آنها هنوز جزء مراسمی دارن که چون نور چاکراه، نوری که باهاش تغذیه میشه چاکراه چشم سوم ما، نیلی رنگ هست، ولی بین بنفش و نیلی هست، چون آبی، بنفش و نیلی همیشه از چاکراه بالایی و پایینی یک حاله ای رو دریافت میکنن، پس نیلی هست که توش بنفش و آبی روشن هم وجود داره. و اونها یک مراسم می‌دارن که توی این مراسم هنوز هم، حالا نمیدونم روزانه چند بار، پودر یا یک محلول یا پودری رو به رنگ آبی نیلی رو روی چشم سومشون میذارن و مدیتیشن میکنن و اجازه میدن که این رنگ وارد چاکراشون بشه و اون رو فعال بکنه. ما میدونیم که چشم دیدن، چشم سر برای دیدن اطرافمون هست، اطرافمون رو باهاش میبینیم و جالب هست که بدونین حتی دیدن اطرافی که میبینیم، این چیزی که ما میبینیم
نیست بیرون، این فرکانسی هست که چشم ما دریافت میکنه و دریافت چشم ما اطرافمون رو و خود ما رو و بقیه رو به این صورت میبینه و ما از ماهیت اصلی چی هست بیخبر هستیم. پس این چیزی هست که ما میبینیم، پس هیچ وقت به این اعتماد کامل نمی کنیم، چیزی که میبینیم همین هست. ولی چشم سوم مال بصیرت ما هست، همونطوری که گفتم، شما اگر چشم سوم شما باز باشه، با چشمانی بسته قادر هستین که همه جهان رو ببینین و نیازی به باز بودن چشمتون ندارین. چشمهای سر مال فیزیکی هست، زندگی فیزیکی هست و چشم سر مال ما ورای فیزیک هست. اگر این برای شما باز باشه، در حین مدیتیشن چیزهایی رو خواهید دید از آکاشیک، از گذشته، آینده و از تمام زندگی خودتون و اطرافیانتون. سه تا انرژی چاکراه چشم سوم، سه تا انرژی یا سه تا جریان آیدا، پینگالا و سوشومانا رو که کیهانی، انرژی های کیهانی، قمری و خورشیدی هستند، رو بهشون قدرت میده و قدرتمندشون میکنه. در واقع این چشم ما رو با کائنات همسو و همفراز میکنه. نیروی آکاشیک ما که دفعه قبل هم راجبش صحبت کردیم، آکاشیک هر کس که در واقع معدنی هست که تمام اطلاعات زندگی ما از ازل تا ابد اونجا ثبت هست. شما میتونین به راحتی به آکاشیک خودتون دسترسی داشته باشین و از همه چیز اطلاعات پیدا بکنین. یکی از چیزهایی که با این چاکراه، باز بودن این چاکراه به شما رو میاره، آینده نگری هست. شما میتونین آینده نگری کنین، به درون خودتون و خدای خودتون متصل باشین، پیام ها رو از گذشته و آینده دریافت بکنید و هر کسی که قادر، هر کسی رو که شما میدونی قادر به انجام این کار نیست، مگر اینکه آزمایش های خیلی زیاد و امتحان های خیلی زیادی رو پس داده باشه. برای باز شدن هر کدوم از چاکراهای ما که قبلا هم راجبشون توضیح دادم، تمرین لازم هست، ولی خدا رو شکر الان که زمان انحناش بیشتر داره میشه، سریعتر و بهتر میتونیم این کار رو انجام بدیم. زمان به ما این فرصت رو میده که خیلی زود بتونیم به نتایجی که میخوایم برسیم. پس در نتیجه ازتون عاشقانه میخوام که عجله نکنین، در شهود و آرامش کامل این کار رو انجام بدین. با داشتن و برای داشتن آجنای باز، باید به ثبات فکری برسین. باید بدونین کی هستین، کجا هستین و چه هستین. همین جوری که بخواین با افکار پریشان و زندگی پریشان و با مشکلات زیاد که هنوز حل نشده آجناتون رو فعال کنین، چیزی جز ناراحتی براتون به بار نمیاره، چون تعادل کل بدنتون به هم میخوره. میتونین با روح خودتون شروع به صحبت کنین، میتونین ذهن افراد رو بخونین، میتونین با موجودات دیگری که در کائنات وجود دارن گفتگو بکنین، کانال بشین و از کانالهای دیگر گفتمان جهانهای دیگر رو هم ببینین، پیشبینی کنین، روشنگری کنین، آینده نگری کنین و دریافت در مورد اینا داشته باشین و همه اینها رو تجزیه تحلیل کنین. حتی یه قدرتی هست که وقتی که چاکرای چشم شما باز هست، اسم کسی رو ممکنه به شما بگم بدون اینکه اطلاع از این آدم داشته باشین، تمام خصوصیتش، ظاهرش، همه اینها بر شما آشکار و نمایان بشه. در اول این خیلی چیز جالبی به نظرتون میرسه و فکر میکنین که خیلی به قول بچه ها خفن هست و خیلی خدایا چه قدرتی به من دادی، ولی راستش رو بهتون بگم، این یک بازی ساده‌ای هست که با این قدرت به دست میارین. من یادم خیلی سال پیش بود، اطرافیانم از این کار لذت میبردن که به من میگفتن، یه اسمی رو میگفتن و من شروع میکردم به گفتن خصوصیات اون و خیلی لذت بخش بود و فکر میکردم خیلی آدم مهمی شدم که این رو بلد هستم. بعد یه مدت میبینین که این خیلی چیز ساده و پیش پا افتاده ای هست در قبال استفاده هایی که میشه از این چاکراه کرد. گفتن من این نیست که من چاکراه آجنام الان باز هست، من دیگه به مقامی رسیدم، نه قربون شما برم، من هم دارم تلاش میکنم، ممکنه یک جاهاییش باز شده ولی هنوز یک جاهاییش ضعف هایی داره و دارم روی اونها کار میکنم. یادتون باشه، هیچ وقت
هیچ جا ما کامل نیستیم. برای کامل بودن اتفاقهای زیادی رو باید تجربه کنیم تا به اونجایی برسیم که بگیم خیلی خوب دیگه من کامل هستم دیگه فلان، که اون زمان خدایی تو هست. وقتی خدا به خدا تبدیل بشی، مثل پیلهی که توش هستیم، وقتی که پیله وقتش برسه، حتی اگر این پیله رو زودتر کمک کنی و باز کنی، پروانه در اون بالهاش قدرت پرواز نداره و میمیره، چون که هنوز آمادگی نداره که پرواز کنه، همه چی به موقعش. پس ما درون پیله خودمون هستیم، یاد میگیریم، رشد میکنیم. زمانی که پیله رو باز میکنیم به تکامل میرسیم، وقت پروازمون هست و اون موقع هست که به تکامل رسیدیم. پس ازتون خواهش میکنم اصلا عجله تو این کار نکنیم. وقتی فعال باشه چاکراه چشم سوم شما، دروغ رو به راحتی تشخیص میدین. اگر فردی بخواد دروغی به شما بگه یا چیزی سوای اون چیزی که باید گفته بشه، سریع تشخیصش میدین و بدون اینکه کلامی به زبان جاری بکنین، در سکوتتون متوجه میشین که چه کاری باید بکنین. حافظه قوی تری دارین، زندگی رو با وضوح بیشتری میبینین، درک احساسات و انرژی بهبود پیدا میکنه، درک احساستون خیلی بالا میره و به یک وجودی روحانی تبدیل میشین. وجود روحانی بچه ها این نیست که ما مرتاض بشیم و دیگه الان مثلا آقایون ریشی بذارن، نمیدونم خانوم ها، نمیدونم این. نه، شما در هر حالتتون میتونین روحانی باشین، در هر حالتی که هستین میتونین روحانی باشین. شکل و قیافه خاصی برای روحانی شدن وجود نداره. من یک صحبتی رو زمانی از فکر کنم آقای طاهری شنیدم که خیلی به دلم نشسته بود و همیشه مدیونشون هستم. این جمله این بود که میگفتن که وقتی شما فرقه ای رو تشکیل میدین، میگین ما مثلا چه میدونم، ما گروه مثلا مسلمون ها، مسیحی ها، این، حالا این تو حالت جنرالش، تو قسمت، تو فرقه های کوچیکتر مثلا ما عرفانی ها، اینا، شما اونجا فرقه و گروهی تشکیل میدین که خودتون رو از بقیه جدا میکنین، یعنی ما بهتر هستیم. وقتی فرم لباس و شکلی رو برای خودتون انتخاب میکنین که مثلا کلاه اینجوری بذاریم یا مثلا لباسمون اینجوری باشه، این نشون بده که ما از بقیه فرق داریم و ما مختص گروه خاصی هستیم که ما بهتر از بقیه هستیم. ایشون میگفتن که همینجاست که دست شیطان رو باش دست میدی، چون شیطان هم به انسان گفت که من از تو بهتر هستم و جلوی تو تعظیم نمی کنم. جایی که تأکید میکنم، هر جا که احساس کردین این حس بهتون اومد که من عرفانی تر هستم، من آگاه تر هستم، من، ما عرفانی ها و اونا، اینجوری شد، شما دارین دست در دست شیطان میذارین. خواهش میکنم ازتون هر مقام و هر درجه عرفانی یا عاشقانه یا احساسی یا جامعه که دارین، همه ما انسان هستیم و هممون تو یک درجه هستیم. بعضی از ماها تو این تناب مستقیم بالاتر و بعضی پایینتر، ولی از بالای تناب که نگاه کنی همه ما بر هم منطبق هستیم. پس کسی جلوتر از دیگری نیست. آگاهی ها مثل سلول مغز به سلول مغز میرسه، از اونجا پخش میشه تو بقیه سلول ها. ممکن هست یک سلول این چیز رو داره، این رسالت رو داره که آگاهی رو دریافت کنه و به بقیه بده، ولی دلیل بر بزرگی بیشتر بودن کسی از کس دیگری نیست. این رو اینجا تأکید بکنم. و اینکه اگر میخواین چاکراه چشم سومتون بعد از باز کردن بقیه چاکراهاتون باز بشه، عزیزای دل من، راه‌های مختلف هست. یکی از راه‌ها خواص رنگ ها هست. رنگ بنفش، استفاده از رنگ بنفش هست. معذرت میخوام، جمله دیگری رو دیدم حواسم رفت به اون. از طریق رنگ بنفش. به خاطر چی بنفش؟ به خاطر اینکه چاکراه بالا و تاجمون بنفش هست و چاکراه پایینمون آبی هست که گلومون هست. پس رنگ بنفش و رنگ آبی مخلوط هم هستن. پس از رنگ های بنفش استفاده کنید. تو اطرافتون، لباسایی که میپوشین، غذاهایی که میخورین، از کریستال ها استفاده کنین. کریستال ها کمکتون میکنن. ولی خواهش میکنم از کریستال ها با اطلاعات کافی استفاده کنین. ازتون خواهش میکنم
فقط به محض به صرف این که این کریستال هست و باید بذارم پیشم، این کارو نکنین لطفا و اجازه بدین که با آگاهی هر کاری انجام بشه. یک روش دیگری که خیلی جالب هست میتونین امتحان کنین با روش مالش هست. با انگشت سبابه خودتون دور چاکراه چشم سوم رو در خلاف جهت عقربه های ساعت ماساژ بدین. برای دقایق این کار رو انجام بدین. بعد از اینکه انجام دادین چشمتون رو ببندین. یک کره چشم مانند رو در وسط دوتا پیشونیتون تصور کنید و بعد چشماتون رو ببندید و احساس کنید که این چشم به طرف بالا، پایین و حالت گردشی چپ به راست و راست به چپ این چشم رو انجام بدین و حتی با این چشم پلک بزنین در حالی که چشمهای فیزیکی شما بسته هست و این ماجرا باعث میشه که فعال بشه و ممکن هست حتی دردی رو برای مدتی روی محوطه پیشونیتون احساس بکنید و اگر به مدت چند هفته 2 دقیقه 3 دقیقه این کار رو انجام بدین خواهید دید که تفاوت نگاهتون چطور خواهد شد. یه تکنیک دیگه هست بهش میگن تکنیک 478 که برای این کار مکان بسیار آرامی رو باید انتخاب کنید. خیلی آروم بشینید، جایی که سر و صدا نیست و آرامش وجود داره. حالت تنفسی رو که تنفسی عمیق هست 4 ثانیه به داخل بکشید از طریق بینی نفستون رو در حالی که نشستین در یک جای آرام، چشم‌ها بسته هست. 7 ثانیه نگه دارین و 8 ثانیه از طریق دهن کامل تخلیه بکنین. این کار رو چندین و چند بار بکنین. زبانتون رو پشت دندان‌ها نگه دارین، در حالت آرامش کامل باشید و تمام توجه و دقتتون به محل چشم سوم باشه و اگر 2 دقیقه این کار رو ادامه بدید متوجه خواهی شد بعد مدتی که این چقدر تأثیر خواهد کرد و چشم سومتون باز خواهد شد. یکی دیگرش بهش میگن مراقبه EMDR اسمش هست. تو این مراقبه که این رو از نظر روانشناسی برای رفع استرس، استراب و افسردگی این رو پیشنهاد میدن، میتونین از این کار استفاده بکنین. برای کسایی که ورزشکار هستن و ورزش میکنن روزانه این کار بسیار آسان تر خواهد بود. از رنگ بنفش آبی در محیط زندگیتون استفاده کنین، از جواهرات آبی و جواهرات بنفش یا لباس به هر ترتیبی دکوراسیون خونتون رو میتونین و روی امواج آلفا و تتا کار بکنید. برای کار کردن روی این امواج حتما پیش کسی که وارد هست و استاد هست باشید. لطفا سر خود این کار رو انجام ندین چون میتونه باعث صدمه بشه. بوها و رایه‌های خیلی زیبا رو در خونتون و محل کار و اطرافتون، حتی تن و بدن خودتون، لباس خودتون همیشه آغشته به بوی خوب باشین. بوهایی مثل جوز هندی، مثل گریپ فروت، پونه آلمانی و حالا بوها و رایه‌های شبیه این رو میتونین توی خونه و اطرافتون داشته باشید. رایه‌های زیبا باعث میشن که چاکراه چشم سوم در آرامش و راحتی بتونه باز بشه. از میوه‌ها و سبزیجاتی که رنگ آبی دارن استفاده کنین، مثل بلوبری، رازبری، بادمجون، کلم قرمز و آب انگور و آب بلکبری هم بسیار بسیار مؤثر هستند، مثل آلو، چغندر. و کار دیگری که میتونین انجام بدین انجام یوگا هست. بچه برای یوگا من مطلبی رو از سادیکار اگه اشتباه تلفظ نکنم گوش میدادم، میگفتن که در مدیتیشن اصلی که به وجود اومده، اولین بار که به وجود اومده، اصلا حرکات یوگا جزوی از پاکسازی چاکراها نبوده و بعدها این حرکات به صورت بدنی بهش اضافه شده و حرفشون جالب بود. میگفتن که شما بدنتون، قوی شدن بدنتون و تعادلتون درسته که به ذهن کمک میکنه و شما توی تعادلتون بالا میری، تعادل بدنتون، فکرتون بالا میره، ولی در فکرتون اگه چاکراتون باز نباشه با ورزش و انجام حرکات یوگا باز نمیشه. پس اول تمرکزتون رو روحتون باشه، بعد رو حرکاتی که به اون اضافه میشه. حالا کسایی که کارشون یوگا هست حتما اطلاعات بهتری میتونن بدن.
اگر تمام این تمرین هایی که گفت انجام دادین، در اون موقع هست که احساس فشار و احساس خستگی بین دو تا ابروتون و چشم سوم، حتی انگار که بچه های مشت خورده باشه روش، تا مدت ها دست میزنی درد میکنه، اینقدر جالب هست تفاوتش رو حس میکنین. بعضی وقت دا احساس گرمای شدید و سوزش حتی توی این منطقه میکنی و خیلی انرژی زیادی رو که باز شدن این چاکراه به وجود میاره توی پیشانی رو حس میکنین. یک دفعه اتفاقات رو از قبل از اینی که اتفاق بیفتن میتونین حدس بزنین، آدم ها و حاله هاشون رو میتونین تشخیص بدین، با دیدن یه آدم میتونین تشخیص بدین کدوم چاکراهشون باز و کدوم چاکراهشون بسته هست، میتونین تشخیص بدین که الان تو زندگیشون با چه مشکلات و چه خوشحالی هایی دست و پنجه نرم میکنن، میتونین از تجربیات گذشته خودتون به بهترین نحو استفاده بکنین و حساسیت به نورتون بالا میره. حساسیت نور به قدری بالا میره که شما حتی نور رو در هر جا میتونه چشماتون ببینه، حتی پشت ابر، پشت این، پشت اون، شما نور رو به راحتی میتونین تشخیص بدین و این خیلی فکر خوبی هست و احساس متفاوت بودن میکنین، احساس آرامش زیاد میکنین و اخلاق و رفتارتون عوض میشه. خیلی جالب هست این، یک دفعه میبینین که از قبل یک چیزی رو بهش علاقمند بودین، یک دفعه علاقتون به کل میره و از اون چیز دیگه دوست ندارین، حتی در مورد مواد غذایی. یه اخلاقی داشتین، مثلا خود من خیلی آدم شلوغ و همش مهمونی و اینا بودم، یک دفعه به یه سکوت و آرامشی رسیدم و از تنهایی خودم بیشتر شروع کردم لذت بردن و اختلافهای خیلی فجیع خودتون متوجه میشین، اختلافهای خیلی زیاد رو با دیروز خودتون با امروزتون متوجه میشین که طبیعتاً تو هر شخصی متفاوت هست. روزهای اولی که چاکراه آجنای شما ممکنه باز بشه، ممکنه سردرد شدید بهتون دست بده که موقت هست و به راحتی میره و اینکه رژیم غذاییتون عوض میشه، چه بخواین چه نخواین. و عزیزای دل من، همونطوری که اونایی که اینجا هستن و دوستانی که از نزدیک میشناسن، من خیلی سال هست که ویجیتریان هستم، سبزی خوار هستم و دقیقا بدون اینکه خودتون تصمیم خاصی بگیرین این اتفاق تغییرات، حالا من نمیگم، هر کس با همون دریافتی که داره، چون من متوجه شدم که هر کدوم ما برای رسالتی آمدیم و قرار نیست که ما قالب های هم باشیم. چون من ویجیتریان هستم، قرار نیست که همه رو ویجیتریان. هر کدوم قلبتون هر چیزی که میگه انجام بدین، با دونستن این که انرژی جسم مرده یا انرژی جسمی که کشتین، خونش رفته و میخورین، ارتعاشتون رو پایین میاره و انرژی زنده توی سبزیجات که نور هست ارتعاشتون رو بالا میبره. ولی این رو خودتون خود به خود میتونین، بدنتون بهتون اعلام میکنه. و جالب هست که آره، متوجه تغییرات بدنتون میشین و اطلاعات بدنتون دستتونه. وقتی یه خوراکی رو نگاه میکنین دقیقا میدونین که این برای بدنتون لازم هست یا نه و اونقدر این اتفاق جالب و اونقدر این اتفاق قشنگ میفته که تعجب میکنین، حرف میزنین با غذاتون، نه این کالری رو الان لازم ندارم، این ویتامین رو لازم دارم، نه اینو لازم ندارم. بدنتون با شما صحبت میکنه و بسیار زیبا میتونین از تمام مسائل بدنتون با خبر باشین. عزیزای دل من هستی، میخوام ببینم چقدر وقت دارم که بقیه صحبتم رو بکنم. این اطلاعات راجع به چاکراه آجنای ما بود. من خیلی بکوب و یک نواخت حرف زدم، فکر کنم وقتی پوری جان هست یه تفاوت ایجاد میشه تو تون، من یک ریز حرف زدم. 15 دقیقه دیگه وقت دارم، بسیار عالی. یه موضوعی رو برای سال جدید میخواستم با هاتون صحبت کنم. عزیزای دل من، عشقهای قلب من، وقتی که در سال جدید، در سر سال تحویل، سر سفره هفت سین پر عشقتون دست به دعا شدین و دعا کردین، از خدا طلب صبر کردین، عزیزای من، وقتی طلب صبر میکنین چجوری به شما صبر داده میشه؟ پروردگار شرایطی ایجاد میکنه که صبور بودن رو تجربه کنین. وقتی که شما از خدا عشق میخواین، شجاعت میخواین، شما رو در شرایطی قرار میده
که شجاعتتون به رخ کشیده بشه و شجاع بشین و ببینین آیا میتونین شجاع باشین. وقتی از خدا عشق میخواین، شما رو در بی محبتی کامل قرار میده که شما عشق رو دریافت کنین، با عشق و قلبتون دریافتش کنین و بدونین که سزاوار این عشق هستین. وقتی که صمیمی شدن با خانواده و نزدیک شدن به عزیزانتون رو درخواست میدین، اونجاست که پروردگار فواصلی رو ایجاد میکنه که شما رو به چالش بکشه که آیا شما آمادگی دارین که این عشق به شما عطا بشه. مراقب دعاهاتون باشین و جوابهاتون رو عاشقانه بپذیرید، بدون اینکه در جوابهای پروردگار بخواین سوالی ایجاد کنین. وقتی که شما از خدا صبر خواستین، شما رو در شرایطی قرار داد که اون صبر رو باید با تن و بدنتون تجربه کنین. صبوری رو داره بهتون یاد میده، صبور باشین و آگاهانه و با قلبتون دریافت کنید این عشقی رو که پروردگار داره بهتون عطا کنه. یک مورد دیگر رو که خیلی دوست داشتم بهتون بگم، البته دو تا مورد یاد داشت کردم صحبت کنم، اول دومی رو میگم چون خیلی برای خودم هم جالب هست. برای تمام چاکراها و پاکسازی تمام دونه دونه چاکراها، طبیعت بزرگترین کمک رو میکنه. بارها راجبش صحبت کردیم که پا برهنه راه رفتن توی محیط بیرون، چمن، کنار ساحل، کنار آب بیشترین کمک رو میکنه. امروز یه مطلب علمی راجب این درآوردم که باهاتون صحبت کنم. خیلی جالبه بدونین که کفش، پلاستیک های زیر کفش و حالا هر چیزی رو که موادی که چیزایی که میپوشیم برای اینکه گرم باشیم، سرد باشیم، پامون کثیف نشه و اینا، ارتباط پای ما رو با مادر زمین قطع میکنن. زمین الکترون هایی داره که پاکسازی میکنن و انرژی ما رو اشباع میکنن. وقتی پا برهنه در فضای سبز قرار میگیرین، این الکترون ها در کسری از ثانیه تمام بدن شما رو پر میکنه. دستگاهی درست کردن که تو یوتیوب میتونین سرچ کنین و ببینین که میزان ورود این الکترون ها رو اندازه میگیره و خیلی جالبه، در کسری از ثانیه بدن شما اشباع میشه و چراغ این دستگاه سبز میشه. اگر در اون حالت شما حتی به کسی که کفش باشه بغلش کنی یا دست بزنی، الکترون ها به بدن اون هم وارد میشه. پس میخوام بگم که حالا چه اتفاقی میفته بعد از اون. این الکترون ها که وارد میشن، از جلوی تکثیر شدن و جمع شدن گلبول های قرمز رو یک جا میگیرن. گلبول های قرمز شروع میکنن دفع کردن هم. همین ماجرا، همین دفع کردنه باعث میشه که به تبدیل به توده نشن. اگر توده نشن، ویسکوزیته خون کاهش پیدا میکنه، قلب راحت تر شروع میکنه پمپاژ کردن، فشار خون کاهش پیدا میکنه، مشکلات قلبی و عروقی کاهش پیدا میکنه، التهاب توی بدنتون کاهش پیدا میکنه، استرس کاهش پیدا میکنه و خواب و خلق و خو و ایمنی بدنتون بهتر میشه. چیزی ساده تر از این برای رفع تمام این مشکلات؟ ازتون خواهش میکنم روزانه پا برهنه در محیط بیرونتون قرار بگیرید، دستاتون رو باز کنین و عاشقانه از این عشق پروردگار که به ما به صورت بدون هیچ هزینه در اختیارمون گذاشته استفاده بهینه بکنین. عاشقتون هستم. فکر میکنم که دیگه وقت من تموم شده، درسته مریم جون؟ هنوز 5 دقیقه. خب خدا رو شکر. حالا که 5 دقیقه دیگه دارم، یه مطلب دیگرم با هاتون در میون میذارم. اوکی، پس من وقت دارم فعلا. عاشقانه شروع میکنم که راجع به مبحثی دیگرم که داشتم، من به خاطر این که تموم نشه وقتم و صحبت هام ناقص نمونن، همه رو طبقه بندی میکنم. و این که در سال جدید اگر ناراحتی و کدورتی دارین، همه جا این صحبت میشه، این کدورت رو کنار بگذارید، عشق رو جاری کنید و همه اینا. ولی در عمل خیلی سخت است و برای هممون سخت است. در گفتار بسیار آسونه، ولی بخشیدن اتفاقهایی که برای ما افتاده به هر حال آسون نیست و خیلی از ماها به سختی داریم با این قضیه دست و پنجه نرم میکنیم.
با پاکسازی کردن چاکراهاتون، با آرامشی که برمیگردین دنیا رو جور دیگری میبینین. این اتفاقهایی که افتاده میتونین ببخشین، ولی نمیتونین فراموش کنیم. این یکی از چیزهایی که من بارها و بارها بین عزیزانم میبینم، میشه بخشید ولی فراموش نمیشه و نباید هم فراموش کرد، چون آدمهایی که به ما صدمه زدن هر آن ممکنه دوباره به ما صدمه بزنن، مگر اینکه واقعا و صمیم قلب بدونیم که واقعا یعنی دیگه به اونجایی رسیدن که ممکن نیست، و این هم با گذر زمان و آزمایش به هر حال مشخص میشه. آدمهای زیادی اطراف ما هستن که روزانه میبینیمشون. آدمهایی رو میبینیم که خیلی میخوابن و هر وقت که میگن آره نمیدونم چرا همش خوابم میاد. یه عده میگن این علامت دپرشن یا علامت افسردگی هست، ولی در این حال یعنی یک ناراحتی و غمی همراه این آدم ها هست که با خواب اون رو جبران میکنن، چون که در بیداری نمیتونن باهاش دیل کنن، نمیتونن اون رو جبران کنن. تنها راهش این هست که بخوابن و در خواب فراموشش کنن که نتونن باهاش دیل کنن. کسانی که خیلی میخندن، دوستان من خیلی ها رو دیدین که میخندن و همیشه در حال شوخی و خنده هستن، این آدم به شدت احساس تنهایی داره و به خاطر تنهایی زیادش تنهاییش رو میخواد با خنده پر بکنه و خودش رو آرام تر بکنه. ما مادر دومی درونمون داریم که برای آرام کردن هر خصلت ما تدبیری میاندیشه و این تدابیری هستن که بدن ما باهاش مقابله میکنه. اونهایی که خیلی کمک میکنن عزیزای من، کسانی هستن که بدون فکر کمک میکنن، همش در حال کمک کردنن. این آدم به حمایت احتیاج داره، خودش به کمک احتیاج داره، ولی از اونجایی که آدمی هست که دوست نداره راجع به مسائلش صحبت کنه، در نتیجه با کمک کردن به افراد دیگه این حس رو در خودش آروم میکنه. اگر افرادی این چنینی دارین دستشون رو بگیرین بدون اینکه پرسش کنین، چون بعضی وقتها پرسش کردن جواب درستی شاید از روی شرم، از روی اینکه دوست ندارن زندگی خصوصیشون رو صحبت کنن، ولی اگر میتونین لبخندی بهشون هدیه بدین، زندگی رو آسان‌تر کنین براشون، لطفاً این کارو بکنین. سال جدید سال عاشقا هست و عاشقی کردن. کسی که دروغ میگه عزیزای من، دروغ از ناامنی اون آدم هست. کسی که دروغ میگه یعنی احساس امنیت نداره. برای به وجود آوردن احساس امنیت و اینکه مطمئن بشه همه چی خوبه، یک سری چیزها رو با تغییر بیان میکنه. به جای خردگیری و به جای قضاوت کمکش کنیم، امنیت بهش بدیم. کسانی که همش دوست دارن متمایز و برجسته باشن، کسانی که دوست دارن همه چیشون فرق کنه و دوست دارن به قول معروف تافته جدا بافته باشن و همه چیشون متفاوت باشه، کسانی هستن که از کودکی عشق لازم رو دریافت نکردن و الان از این طریق سیستم دفاعی بدن میخواد که اونها رو در بالاترین و بهترین صورت قرار بده و بهشون این آرامش رو بده که تو دوست داشتنی هستی، تو عشق هستی و نگران نباش و همه تو رو دوست دارن. کسایی که پرخاشگر هستن عزیزان من، اگر اطرافتون کسانی رو دارین که پرخاشگری میکنن، ازتون خواهش میکنم بهشون دقت کنین. درد درون بسیار بزرگی دارن و این درد اونقدر دردناکه که با خشم بیرونی میخوان این رو مهار بکنن. ازتون خواهش میکنم جز عشق بهشون ندین و مقابله نکنین. در مقابل این پرخاش ها شما هم پرخاشگری نکنین، با یک آغوش مهربان، با یک لبخند جواب گوشون باشید. اگر کسی کم حرف هست و اگر کسی نگاه میکنه و در جمع صحبت کمتری میکنه، شاید اگر سوای این که شاید بعضی ها دپرشن داشته باشن و اینا و در حالت عادی و عمومیش نشان دهنده آدم عاقل بودن و مهربان بودن هست. اگر کسی گریه میکنه، اگر کسی خیلی، من دوستی داشتم چند روز پیش میگفتن که من به راحتی گریه میکنم، برای هر چیزی که اتفاق میفته گریه اشک من جاری میشه، بله این آدم آدم مهربانی هست، قلب مهربانی داره و موارد خیلی زیاد. عزیزای دل من، میخوام بگم هر کدوم از ما از یه چیزی داریم رنج میبریم. بعضی از ماها حتی از چند تا چیز داریم رنج میبریم. میخوام بهتون بگم کیور و
دوای دونه دونه هر کدوم از این دردها فقط عشق هست و فقط عشق هست و فقط دوست داشتن هست. در سال جدید عشق رو جاری کنیم. ازتون صمیمانه خواهش میکنم عشق رو جاری کنیم. ازتون میخوام قدم برداریم برای خوشحال کردن هم. ازتون میخوام حضور پیدا کنیم عاشقانه کنار هم و جز عشق به هم ندیم. و اگر خلعی داریم و اطرافیانمون خلعی دارن، اون خلع رو پر کنیم، بهشون عشق بدیم و پر از عشقشون بکنیم. و این تنها چیزی هست که باعث پیشرفت خودمون و اطرافیانمون میشه. خردگیری کردن، گیرهای متفاوت دادن، جز اینی که خلأ ایجاد کنه و عشق رو از بین ببره چیز دیگری نیست. بخشش و عاشقانه بودن، عاشقانه زندگی کردن، این تنها رسالتی هست که همه ما داریم. و جالب هست بدونیم که اگر عشق رو از زندگی ما حذف کنن، دیگه ما زندگی نداریم. میخوام ازتون صمیمانه تشکر کنم که امروز پای برنامه من نشستین. ازتون صمیمانه خواهش کنم که حرفهای من رو بشنوید و اگر میتونین گسترشش بدین، عشق رو گسترش بدین، نگاه لبخندوارتون رو هدیه بدین و اجازه بدین که تمام دنیا از عشق ما جاری بشه و برخوردار بشه. اطرافتون رو با عشق نگاه کنید و قدم بردارید، کفشاتون رو بکنین، در طبیعت بشینید و اجازه بدین که این عشق در بدن و سلولهای شما هم جاری باشه. از اینی که افتخار داشتم امروز کنارتون باشم و از اینی که امروز میتونستم زمانی رو در کنار خانه های شما، در کنار شما بگذرونم، افتخار میکنم که امروز روز اول سال نوام هست و براتون دعایی دارم. برای تک تکتون عشق، برکت، فراوانی، زیبایی، ثروت، آگاهی، سلامتی و تمام چیزهایی رو که دلهای قشنگ شما آرزوشو داره براتون محقق بشه رو میخوام و برای تک تکتون عشق میورزم. عاشق تک تکتون هستم، به خدای بزرگ میخوام بسپارمتون و در ورکشاپ هم چه آنلاین چه حضوری منتظر دیدارتون هستم صمیمانه، که راجع به خیلی از متدها و خیلی از کارها صحبت خواهد شد. حضورتون دلگرمی من هست. عاشق تک تکتون هستم. وقتتون خوش.